همراه هستیم با مهدی گررو، فعال حقوق زنان از مالمو که با ماست. خانم گررو خیلی خوش آمد. اسناد منتشر شده که گروه هکری قیام تا سرنگونی منتشر کرده نشون میده که سپاه نقش مستقیم و تعیین کننده در سرکوب جنبش دانشجویی داشته. چه جزئیاتی از نقش سپاه رو میشه از مطالعه این اسناد فهمید؟ قبل از این تصور وجود داشت که وزارت اطلاعات بیشترین میزان در واقع تمرکز رو روی دانشگاه ها داره و پرونده هایی که در طی سال گذشته به واسطه نامه هایی که وزارت اطلاعات فرستاده بود برای وزارت علوم، بسیاری از دانشجوها اینطوری پرونده هاشون منتقل شده بود به اوین و زندان های دیگه و خیلی از دانشجوها گفتن که در زمان بازجویی پرونده های تحصیلیشون رو میدیدن. اما الان با توجه به این اسنادی که منتشر شده و اسنادی که سال گذشته از طریق هک سایت فارس منتشر شده بود، این رو مشخص میکنه که به طور کلی سرکوب بعد از قتل مهسا امینی به دست سپاه داره بخش اعظمش انجام میشه و در دانشگاه هم همینطوره، به خاطر اینکه کمیته انضباطی ها و حراست ها بر اساس اون چیزی که ما در این اسناد میبینیم نتونستن نوعی عمل بکنن که نهادهای امنیتی رو راضی بکنن، در حالی که هم حراست هم کمیته های انضباطی بسیار شدیدتر از قبل هم برخورد کردن، اما باز هم نشون میده که راضی نبودن نهادهای امنیتی از این مسئله. سال گذشته هم در اسنادی که منتشر شد هم سلامی هم نجات در مورد این صحبت میکنن که بعد دانشگاه ها رو تعطیل کرد، بهتون این پیشنهاد داده میشه. هم فایل های صوتی که منتشر شده، همین اسنادی که منتشر شده نشون میده که نهادهای امنیتی مستعصل شدن نسبت به دانشگاه ها، نسبت به اینکه با وجود همه این سالهایی که سرکوب وجود داشته، انقلاب فرهنگی که تجربه کردن، محدودیت هایی که برای استخدام اساتید وجود داره، اما همچنان اساتیدی وجود دارن که از دانشجویان حمایت بکنن، به ویژه بعد از اینکه دو سه بار نامه هایی که اساتید امضا کرده بودن، هم بعد از شریف که تو همین اسناد هم بهش اشاره میشه، هم بعد از اعتراضات در علوم پزشکی تبریز که یه سری اساتید دیگه از اون حمایت کردن، این باعث شده که جمهوری اسلامی ببینه همه اون سیاست گذاری هایی که در طی این سالها کرده در واقع با شکست مواجه شده و نتونسته اونطوری که میخواد دانشگاه رو کامل در کنترل خودش داشته باشه. خانم گررو، به نوعی میشه گفت به نظر شما که قرارگاه سالارالله که فرمانده کل سپاه است، قدرت بی حد و حصری داره تا جایی که حتی در مورد شیوه برخورد با دانشجویان اساتید معترض هم تعیین تکلیف میکنه؟ 100%. به طور کلی نگاهی که بر دانشگاه الان هستش و بر سایر جنبش های اجتماعی نگاه کاملا امنیتی هست و به خاطر همینه که شما میبینید هم در مورد کارگران و معلمان هم در مورد زنان مسئله سرکوب رو توی این اسناد باز میذارن توی اولویت و حتی انتقاد میکنن که به اندازه کافی این اتفاق نیفته. در دانشگاه ها در متن همین سندی که منتشر شده بارها بارها تاکید میشه که کمیته انضباطی درست عمل نکرده و اونطوری که بخواد نهادهای امنیتی رو راضی بکنه نبوده، یعنی کاملا میخوان نگاه پادگانی باشه و فضای دانشگاه رو تبدیل بکنن به یک زندان بزرگ واسه دانشجو. اما مسئله ای که وجود داره اینه که در طی ماهای گذشته هم تمام سعیش رو کرده نهادهای امنیتی که دانشجوها رو با بیشترین فشار مواجه بکنه، چیزی که در این سند به عنوان جابجایی اجباری ازش صحبت میشه. همین هفته گذشته دانشجویان رو داشتیم که علاوه بر حکم تعلیق با حکم تبعید هم مواجه شدن که کلمات رو در این سند هم میبینیم که به شکل دیگه استفاده میشه ازش، و اساتیدی که در واقع با همین تبعید مواجه هستن که از بعضی دانشگاه به دانشگاه‌های دیگه بخوام منتقل بشن، و این نشون میده که نه تنها فضا کاملا امنیتی هست در دانشگاه، بلکه دانشجو تونستن این فضای امنیتی رو بشکنن و چنان عمل بکنن که همچنان بعد از 8-9 ماه در واقع جنبش دانشجویی مثل استخوانی در گلوی نهادهای امنیتی باشه و نتونن که با اون برخوردی بکنن که خودشون بخوان از اون برخورد راضی باشن، با وجود اینکه برخوردها بسیار تند بوده ولی همچنان هم ناراضی هستن. ممنونم از شما. مهدی گررو، فعال حقوق زنان از مالمو.